سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی. شما به تماشای برنامه گفتگو نشستید که من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان تقدیمتون میکنیم. دونالد ترامپ، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، چند هفته پیش و بعد از حمله تروریستی در پاریس و کالیفرنیا یک موضع جنجال برانگیز انتخاب کرد که این صحبت‌های اون در رسانه‌های میتونم بگم اکثر کشورها منعکس شد و یه جورای جنجال برانگیز بود. اون گفت برای مقابله با تروریسم لازمه از ورود مسلمان‌ها به آمریکا جلوگیری بشه تا زمانی که مسئولین اون کشور بتونن راه حلی، راه چاره‌ای برای مقابله با تروریسم پیدا بکنن. اجازه بدید بریم سراغ مهمون برنامه‌مون خلیل کیوان تا در همین زمینه با ایشون گفتگو بکنیم. سلام میکنم به شما خلیل کیوان، خوش اومدید به برنامه گفتگو. سلام سیما بهاری، سلام به شما و همکارا و بینندگان برنامه تون. تشکر که اینجا شما هست. جهت اطلاع خودتون و بیننده های تلویزیون بگم که برنامه گفتگو 25 دقیقه است که خب یک سری سوالات اینجا که من سوالایی که نوشتم 8 تا سوال رو انتخاب کردم با توجه به وقتمون. خوب اینو مطرح میکنم برای اینکه شما بتونید تنظیم بکنید که بتونیم ما از همه وقتمون و استفاده بکنیم و همین سوالاتمون هم مطرح بکنیم. و ما بریم سراغ اولین سوالمون. آیا مسئول کشته شدن یک عده انسان در عملیات تروریستی که در گوشه و کنار اتفاق میفته، همین اخیراً مسئله تروریسم در کالیفرنیا که 14 کشته به جای گذاشت و همچنین تروریسمی که در پاریس اتفاق افتاد و 130 نفر انسان جانشون رو از دست دادن، آیا مسلمان ها هستن؟ قبل از این باید بگم که صحبت های ترامپ این تنها صحبت جنجال برانگیزش نبوده. حرفای از این دست در مورد موضوعهای دیگه هم گفته، از جمله این که 11 میلیون مهاجر رو از آمریکا اخراج کنن یا دیواری بین مکزیک و آمریکا بکشن یا دفاع کرده از شکنجه، گفته خفگی مصنوعی مجازه اگر شما با فرض کنیم تروریست‌ها روبرویید. از گفته که با پوتین میخواد دوستی کنه و صدام و قذافی اگر بودن تو دنیا امتر بود. حرفای جنجال برانگیز زیاد زده. این نکته که در مورد مسلمونا میگه، این هم از اون دست صحبت‌های جنجال برانگیز بوده. بله، خب ما 1 میلیارد گفته میشه مردمی داریم که منتسبن به اینکه مسلمونن یا واقعا یه عده‌شون مسلمونن یا در کشورهای اسلامی یا اسلام زده دارن زندگی میکنن. خب واضحه که اولین قربانیان تروریسم اسلامی خود همین مردم بودن، مردم ایران، مردم عراق، مردم سوریه، مردم کشورهای مختلف که حکومت‌های اسلامی یا سازمان‌های اسلامی با زور بالای سرشون ایستادن و قوانین اسلامی رو به اونا تحمیل میکنن. مگر اینکه وقتی که آمریکا حمله میکنه عراق رو به خاک و خون میکشه و اون کشور رو با خاک یکسان میکنه و شیرازش رو از هم میپاشه، کسی گفت مسیحی ها در غرب مسئول این ترور هستن؟ مگر وقتی که آمریکا و متحدینش در غرب در کنفرانس گوادلوب تصمیم گرفتم که یک حکومت اسلامی در ایران روی کار بیارن، مردم در ایران که 30 و چند سال قربانی این حکومت تروریستی هستن، مردم مسیحی غرب رو مسئول این کار دونستن؟ روشنه که این حرف پوچه. مردمی که بهشون گفته میشه مسلمون به هیچ وجه مسئولیتی در این مسئله ندارن، ولی تروریسم اسلامی یک واقعیتی درش هست. بله، خب یه مقدار البته به این سوالی که من الان میخوام مطرح بکنم یه جوری پرداختید، ولی من دلم میخواد که مشخصا راجع به این سوال اینطوری مطرح بکنیم که جریانات و دولت‌های اسلامی خودشون رو نماینده مسلمان ها میدونن، که شما اشاره کردید گفتین مردم خود اون کشورها بیشتر از همه قربانی هستن. اگه اینجوریه که شما گفتین 1 میلیارد چقدر آدمایی هستن که منتسبن به هر حال، اگه اینا نماینده اون آدما هستن، نماینده این مسلمان ها هستن، میشه گفت نیروهایی مثل داعش، مثل القاعده،
مثل جمهوری اسلامی و نیروهایی که به هر حال خودشون رو نماینده این مسلمان ها میدونن، نیروی بسیار عظیمی رو با خودشون دارن. این رو چجوری آدم میتونه تفکیک کنه؟ چجوری میتونه جداشون کنه از هم؟ ببینید، تو اون کشورهایی که گفته میشه مسلمونن مردم، کمتر کشوری هست که یک انتخابات نیم بند درش برگزار شده باشه و این جریانات اسلامی با یک انتخابات آزاد رو کار اومده باشه. اینا با زد و بند، با تحمیل، با ترور و با اتفاقا مهندسی دولت‌های غربی روی کار اومدن و همین امروز اگر حمایت کشورهای غربی از اینا نباشه، سکولاریزم در خود همون کشورها، چپ در اون کشورها، جریان سوسیالیستی و آزادی خواه در اون کشورها حسابشو با اینها یک سره میکنه. این از واقعیت نداره. اینها میگن این کشورها اسلامی هستن به خاطر اینکه میخوان جریانات اسلامی رو روی کار نگه دارن. میگن مردم ایران و عراق و سوریه و لیبی و غیره این مسلمون هستن و بنابراین برن از میون جریانات اسلامی کسایی رو پیدا بکنن و رو سر اینها نگه دارن یا بسازن، حتی مثل حکومت خمینی که مهندسی شد، طالبان که مهندسی شد رو سر مردم افغانستان و غیره. با هیچ منطقی جور در نمیاد که مردم در اون کشورها خواستن که یک جریانات تروریست و زورگو، باجگیر، ضد انسانی رو سر خودشون سوار شده باشه. اگر یک انتخابات نیم بند در هر کدوم از این کشورها برگزار بشه، روشنه که جای شبهه‌ای نیست که مردم اینها رو جارو میکنن و به حیاتشون پایان میدن. باز تاکید کنم اتفاقا که اولین قربانیان تروریسم اسلامی همون مردمی هستن که گفته میشه در کشورهای اسلامی زندگی میکنن یا مسلمونن. این واقعیت نداره از بیخوبون. بله. خب اگر که خود دونالد بخواد به این مسئله رسیدگی بکنه، بخواد به قول خودش از ورود مسلمان ها جلوگیری کنه، آیا اشاره کرده که چجوری میشه تشخیص داد که آدمایی که از کشوری مثل ایران میان، مثل عراق میان، مثل ترکیه میان، مسلمونن یا نیستن یا واقعا هستن یا منتسبن به اون؟ چجوری میشه بر حسب محل تولد افراد اینجوری تصمیم بگیری که اینا مسلمونن یا نیستن، یا جلوی ورودشون رو بگیری یا نه؟ چجوری میشه جلوی افراد رو یا دروازه یک کشوری رو به روی آدما بست؟ سوال جالبیه. خب خود پروسه اندازه‌گیری اعتقاد مردم و اینکه واقعا مسلمون هستن یا نیستن، پروسه اجرای عملی خود این گفته ترامپ دیگه پیچیده‌تر از خود اظهارات جنجالیش میشه. روشنه که بر اساس گفته ترامپ، من و شما و هر کسی دیگه که از ایران، اندونزی، مالزی، مصر و غیره بلند میشه میاد وارد آمریکا بشه مسلمونه و اتومات این رو نباید راه داد. چرا؟ از کشور اسلامی میاد و حتما مسلمون هست بر اساس قضاوت آقای ترامپ. خب حرفی پوچ‌تر از این، بی‌معناتر از این نمیشه. بذارید یک مثال بزنم. مردم مصر همین دو سال گذشته بود در یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های تاریخ، 17 میلیون نفر علیه حکومت اسلامی اخوان المسلمین تظاهرات کردند. شما 17 میلیون مردمی که به خیابون اومدن و رأی دادن با حضورشون که حکومت اسلامی نمیخوان و به این معنا از اسلامیت و اسلام تبری جستن رو نمیبینید، ولی در این حال اون گفته و اون اظهارات فلاسفه و سیاستمداران و کسایی که میخوان تاریخ این دوره رو رقم بزنن و مهر اسلامی رو بر پیشونی مردم مصر و ایران و عراق و غیره بزنن و اینا در کاتگوری مذهبی جاشون بدن، این یکی رو باید از ترامپ قبول کنیم. روشنه که نه فقط گفته ایشون پوچه، لحاظ عملی مردم هم نشون دادن که این نوع قضاوت پوچ و بی اساسه. برن یه نظرسنجی کنن ببینن مردم ایران جز غیر اسلامی ترین مردم دنیا، مردم مصر که با پای خودشون تو تظاهرات در بزرگترین تظاهرات تاریخ رأیشون دادن که گفتن بابا جون
نه تنها مسلمان اسلامی نمیخوان تو اون کشور باشه، حتی هستند کسایی که مذهب اسلام رو قبول دارن، خودشون مسلمان میدونن، ولی حکومت اسلامی نمیخوان، چه برسه به تروریسم اسلامی رو. به این معنا این مردم خودشون قربانیان در جوهر تروریسم هستن. اظهارات ترامپ فقط مایه شگفت و مایه ننگ برای بشریت امروز. به هیچ وجه نمیشه نه فقط قبول کرد، نمیشم عملی کرد چنین سیاستی را. بله، خب توی صحبتاتون یه جوری اشاره کردین به این مسئله که این به اصطلاح اتخاذ چنین موضعی یا روی کرد به این مسئله یه جورایی به خاطر اینه که خود دولت‌های غربی نمیخوان با حکومت‌های اسلامی یه جوری مرزبندی بکنن یا اینکه بزننشون واقعا. خب حالا من سوال اینجوری مطرح میکنم، این روی کرد چجوری به نفع جریانات اسلامی تموم میشه؟ ببینید، غرب جریانات اسلامی رو روی کار آورد. بدون تلاش غرب و بدون مهندسی کردن در جنگ سرد در مقابل شوروی، اون استراتژی کمربند سبز که مفهومش اینه که حکومت‌های اسلامی رو حول در اطراف مرزهای شوروی برپا کنن و جریانات اسلامی رو کار بیاره، غیر ممکن بود بدون این حمایت امروز جمهوری اسلامی روی کار باشه، وضعیت عراق اینجور باشه، وضعیت کل منطقه اینجور باشه. کل جریانات اسلامی دستپخت حکومت‌های غربیه. همین امروز اگر دست از حمایت از این حکومت‌ها، حکومت‌های مستبدی مثل عربستان، مثل حکومت ترکیه، جمهوری اسلامی و غیره بردارن، کار این حکومت‌ها یکسره است. اینها از یک دودوزه بازی میکنن. جناب ترامپ و حزبش، حزب جمهوری ها و در رأسش آقای بوش که بودن و حتی حزب دموکرات، جریان دیگه‌ای که در آمریکا حکومت میکنه و کل احزاب حاکم در اروپا، از یک طرف اینها نه منتقد سیاست های ستمگرانه حکومت های اسلامی هستن، سازمان های اسلامی هستن، از یک طرف دیگه خواهان رفتن اینا نیستن، از طرف دیگه سازمان هایی را حتی کمک می کنند که باقی بمونند و میدوندار سیاست های اون منطقه باشند، مثل از جمله سوریه، در ترکیه و غیره. اسلام میانه، اسلامی که اهل مدارا و غیره است، اینها به اشکال مختلف در نگهداری و ساختن این جریان اسلامی همکاری کردند و طرف دیگه با این اظهاراتشون یک چکشی هم برداشتن تو سر مردمی که تو همون کشورها قربانی دست همین سازندگان خودشون شدن میزنن. بنابراین به هیچ وجه نمیشه حرفاشون تو این زمینه هم قبول کرد. اینا مستقیما دارن آب به آسیاب حکومت‌های اسلامی میریزن. در واقع با این اظهاراتشون آقای ترامپ و غیره دارن تروریسم اسلامی رو تقویت میکنن. تروریسم اسلامی و حکومت‌های اسلامی میگن ببینید اون طرف علیه شما دارن تبلیغ میکنن و ما مجازیم که شما را علیه صلیبیون، علیه غرب، علیه تهاجم فرهنگی اونا، علیه نگاه راسیستی اونها نمایندگی کنیم. به این معنا اینها در واقع دو سر واقعیت یک حرکت راست هستن از جانب حکومت ها و سازمان اسلامی و طرف جریان راست در غرب. بله، در رابطه با اینکه غرب و مشخصا آمریکا بالاخره به این جریانات اسلامی یا به دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی یه جورایی سعی می‌کنه نگرشون داره، زیر بالشون رو بگیره، مشخصا مثلا در رابطه با عربستان سعودی دیگه خیلی واضح حمایت می‌کنه، پشتیبانی می‌کنه، گفته میشه اینا تو به خصوص تو مثلا رسانه‌های مجازی میبینیم، تحلیل میکنن مردم، صحبت میکنن، سیاستمدارا میگن، نقش این دولت‌ها رو سعی میکنن که نشون بدن که خودتون هستین، دست ساز خودتون هست این جریانات. آیا هیچ کجا خود آمریکا یا دولت‌های غربی اینو مثل یه اتهام بهش برخورد کردن یا چه جوری با این قضیه برخورد میکنن؟ قبول میکنن؟ ببینید، آش اونقدر شوره که هیلاری کلینتون که از آدمای شاخص دستگاه حاکمه آمریکاست اعتراف کرد، گفت این
این هیولا رو خود ما ایجاد کردیم و اشاره کرد به تلاش های دهه های قبل تا امروزی که هیئت حاکمه آمریکا و متحدینش در غرب در دستور داشتن. به طور مشخص طالبان رو اینها با پول عربستان سعودی، با زمین که پاکستان در اختیارشون قرار داد و با مستشارای آمریکایی یک استراتژی رو طراحی کردن که جریان اسلامی طالبان رو برپا کردن. خمینی در کنفرانس گوادلوب و وقتی که دیدن تمام تلاشاشون برای مهار انقلاب مردم ایران در سال 56 و 57 به شکست کشیده، به جلو صحنه کشیدن، حقایق زیادی برملا شده. جنرال هویزر همون موقع به ایران میاد، ارتش رو متقاعد میکنه مقاومت نکنید و از طرف دیگه راه اومدن خمینی به ایران رو هموار میکنه. سازشای از این دست برای جلو کشیدن خمینی کاملا واضح در تاریخ. حماس را اینها در فلسطین توسط اسرائیل ایجاد کردن، حمایت کردن و جلو صحنه کشیدن که سازمان پی‌ال‌او عرفات و سکولاریستا را تضعیف کنند. تک تک اینها تاریخ دارند. در کشورهای مختلف جریانات اسلامی رو اینها طراحی کردند. خانم کلینتون در اظهارات کاملا کم سابقه به این نوع سیاست آمریکا که و غرب و متحدینش در روی کار آوردن جریانات اسلامی بود اعتراف میکنه و میگه این وضع محصول سیاست های خود ماست. آش اینقدر شوره که اگر کسی یک حدی، حد متوسط یا کمی به سیاست آشنا باشه، این واقعیت ها رو میدونه. جریانات اسلامی دستپخت غرب و آمریکاست و به همین دلیل کسی اگه بخواد دست این جریانات اسلامی خلاص بشه، واقعیت اینه که سیاستی که آمریکا در دستور داره به اون منجر نمیشه. راه حل جای دیگه ایه. بله. اجازه بدید ببینم که وقتمون چقدره، که چقدر باقی مونده از فرصتمون و من خودم 3 تا سوال مونده، مگر اینکه توی حرفای شما باز حرفای دیگه پیش بیاد که من سوالی رو مطرح بکنم. اشاره میکنن 8 دقیقه دیگه وقتمون مونده. خب معمولا وقتی که این کاندیداهایی که میخوان از کاندیداتوری خودشون دفاع بکنن و بگن یه مقدار ما چنین و چنان خواهیم کرد، رو میارن به سیاست‌های انسانی، از آزادی حرف میزنن، از برابری میگن، از چیزای خوب و جلوی صحنه میارن. الان این موردی که ترامپ ازش مطرح میکنیم یا نمونه هایی که خود شما گفتین همش اینجوریه که محدود میکنیم و یه جورایی راسیسم رو توی اون مملکت داره انگار که جلوی صحنه میاره. این اصلا چرا روی کرده خود ترامپ به این قضیه اینجوریه؟ چرا مثلا از آزادی، از برابری، از انسان دوستی نمیگه؟ ببینید متاسفانه دوره ای شده که این نوع سیاست برده بیشتری داره، نجات پرستی. مردم در وحشت هم. تروریسم اسلامی یک واقعیته. دنیا رو با تهدید، با ترور، با به خاک و خون کشیدن داره تهدید میکنه. این نگرانی در غرب هست، در میون مردم آمریکا هست. و دونالد ترامپ از اونجایی که اولا یک سرمایه‌دار موفقیه، جز 10 سرمایه‌دار بزرگ آمریکاست، از این بابت بسیار باهوشه، بازار رو خوب میشناسه، بازار سیاست رو هم خوب میشناسه، میفهمه که یه همچین نارضایتی در جامعه آمریکا هست و سوار این نارضایتی شده. و این تصور غلط که مردم فکر میکنن مسلمان ها هستن مسئول این ترور در دنیا رو ایشون باد میزنه و با همین نگرانی مردم میخواد در واقع حمایت و رأی کسب کنه و سوار اریکه قدرت بشه، بتونه کاندیداتوری خودش رو تضمین کنه و بعد در رقابت با حزب مخالف پست ریاست جمهوری رو بگیره. ایشون دقیق میدونه داره چه کار میکنه. مشکلاتی که مردم دارن از نظر اقتصادی نه فقط در خاورمیانه و کل دنیا، حتی در غرب که یه خورده رفاهی بود،
مردم با مشکلات جدی روبرو هم. تروریسم اسلامی هم روش اومده، بنابراین همین زخم های مردم محملی میشه، بهانه میشه که آقای ترامپ به اونها نمکی بپاشه و از این وضعیت شروع کنه با تنفری که نسبت به مسلمان‌ها ایجاد میکنه موقعیت خودش رو تحکیم کنه. متاسفانه بله. دور چنین دوری الان. بله. خب حالا معمولا اینجوریه، از اتفاقایی که اینجوری میفته و اینا، مردم که شروع میکنن مثلا به اعتراض کردن، اتفاقی منظورم مسئله تروریسم و اینا که پیش میاد، اعتراض میکنن، تظاهرات سازمان میدن غیره، جریانات اسلامی خیلی مظلوم نمایی میکنن، خیلی فکر میکنن که توی معذورات قرار گرفتن و خیلی وضعشون خرابه. همین سیاست، سیاست متوسل شدن به مسئله راسیسم، به این نکاتی که حالا نمیخوام تکرار بکنم، چقدر میتونه به جریانات اسلامی کمک بکنه؟ چقدر میتونه موضع اونا رو قابل پسند بکنه؟ ببینید، معمولا این دو سمت ماجرا به همدیگه کمک میکنن، روی هم شمشیر میکشن، به همدیگه دشنام میدن، زیر پای همدیگه رو سعی میکنن خالی کنن، در عین حال فلسفه وجودی همدیگه رو تعریف میکنن. نگاه کنید به دعوای خاورمیانه در فلسطین و در اسرائیل، نمونه خیلی برجسته ای از این همکاری دو جریان راست در دو سر این کشمکش. آقای نتانیاهو و کل راست افراطی در اسرائیل یک طرف، حماس و جریانات اسلامی در طرف دیگه، با تنفر و ایجاد وحشتی که در میون مردم ایجاد کردن نسبت به هم دیگه کاری میکنن موقعیت خودشون رو مستحکم کنن. اون نمونه خیلی برجسته است. در غرب هم همینطور، اینها با ایجاد وحشت از مردم منتسب به مسلمان در واقع چارچوب اون سیاست خودشون رو باز نگه میدارن، میتونن یارگیریاشونو بکنن و مشکلات رو به گردن مردم مسلمان تو این مورد بندازن و تروریسم و کار اونا بدونن و ابزاری بکنن برای پیاده کردن سیاست خودشون متاسفانه. بله. خب و حالا برگردیم به سوال اساسی که فکر میکنم خیلی مهمه راجبش گفته بشه. 3 دقیقه فرصت داریم و آخرین سوال منم هست و اون اینه که بالاخره یک راه حل کارآمد، یه حرکتی که میتونه کارایی داشته باشه برای مقابله با تروریسم، به قول خود شما مردم حق دارن، میبینن، میترسن، میفهمن که بالاخره تروریسم اسلامی یک واقعیته که جون مردم رو میگیره، چجوری میشه با این حرکت، با این جریانات مقابله کرد؟ چجوری میشه جلوی تروریسم رو توی خاورمیانه و جاهای نقاط مختلف دنیا گرفت؟ قبل از هر چیزی باید بگم که به چه چیزی نباید متوسل شد. کشورهای غربی و در رأسش آمریکا در ایجاد این تروریسم و مسلط کردنش بر زندگی مردم خاورمیانه و امروز دنیا سهیم هم نقش کلیدی داشتن. اینها با بمبارون و با لشکرکشی ها و کشت و کشتار ها و حتی تیز کردن سیاست های امنیتی، پلیسی، حقوقی یا اینها نمیتونن با این امر مقابله جدی کنن، حتی اگر محدودیت هایی بر اونها اعمال کنن. قبل از هر چیز حمایت از دولت ها و سازمان ها و حکومت های شبه برده‌داری مثل عربستان، ایران، ترکیه و غیره در خاورمیانه باید خاتمه پیدا کنه. باید اگر کاری می‌خوایم بکنیم باید این باشه که غرب رو مجبور کنیم دست از حمایت این حکومت‌ها برداره، دست از حمایت حکومت‌های اسلامی برداره. این اقدام اوله و در عوض باید از مردم دنیا خواست که از جریان‌های سکولار و برابری خواه در و مدافع حقوق انسانی در کل خاورمیانه و از جمله ایران و عراق و مصر و عربستان و غیره دفاع کنند. گسترش سکولاریسم در اون مناطق بهترین ابزار برای مقابله با تروریسم اسلامیه. این هم یه نکته دیگه است. و بالاخره باید با راسیسم مقابله بشه. این سیاست‌های راسیستی در غرب نسبت به کسایی که
گفته میشه از کشورهای مسلمان اومدن خودش محیط هایی را ایجاد کرده که چنین تروریزمی درش میتونه پرورش پیدا کنه. دفاع از حقوق جهان شمول انسان و به هیچ بهانه هیچ محدودیتی بر اینها قائل نبودن. اینکه در خود غرب، در آمریکا، در کشورهای اروپایی از حقوق برابر در محیط های اسلامی دفاع کنند و اجازه ندن دختران، زنان، کودکان قربانی خود همین جریانات اسلامی در غرب بشن. اینها رؤوس یک سیاستی میتونه باشه که باید در دستور قرار بگیره و در ابعاد بین المللی که بتونید تروریسم اسلامی رو در محاق ببرید. و مردم خاورمیانه و از جمله ایران در چنین شرایطی خودشون بیان حسابشون رو یکسره کنن با جریانات تروریستی مثل حکومت اسلامی. ما قربانیان درجه اول این تروریسم هستیم و ما مردم خاورمیانه و به ویژه مردم ایران میتونن اتفاقا پرچم این مبارزه رو به دست بگیرن و یک آینده دیگه ای رو که تروریسم اسلامی نتونه نقشی در زندگی مردم چه در اون کشورها چه در دنیا داشته باشه رقم بزنه. بله، خیلی متشکر از شما خلیل کیوان. تشکر از شما. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با خلیل کیوان در رابطه با مسئله موضع‌گیری، در واقع میتونم بگم دونالد ترامپ در رابطه با مسئله راسیسم و مسلمان ها و غیره. با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه این بحث. من سیما بهاری با همکارم جمیله فرزان برای شما آرزوی روزهای خوب و ساعات خوش داریم.